سلام علی شیرازی هستم و امروز دوشنبه 26 فروردین همراه شما به بررسی روزنامه های امروز ایران میپردازم امروز یکی از سوژه های اصلی بسیاری از روزنامه ها برگزاری میتینگ دولت در استادیوم آزادی و انتقاداتی که افراد مختلف به این میتینگ داشتن اختصاص داشت روزنامه بهار واکنش مکارم شیرازی به این میتینگ را در تیتری یک خودش اینگونه انعکاس داده دروغ میگویند کار انتخاباتی می کنند. مکارم شیرازی در واکنش به برگزاری همایش بزرگ دولت در استادیوم 100 هزار نفری آن که آن را انتخاباتی خواند و به آن انتقاد کرد. ناصر مکارم شیرازی با اشاره به اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر اینکه دولت قصد برگزاری مراسم تقدیر از دست کاران سفرهای نوروزی را دارد گفت این عنوان خندهداری است که برای این همایش برگزیدند. مکارم شیرازی با انتقاد شدید از اقدامات انتخاباتی دستگاه اجرایی در وضعیت موجود اقتصادی کشور گفت مراسمی که از تمام نقاط کشور دانشجویان و کارمندان را جمع می کنند تا در یک میتینگ انتخاباتی شرکت کنند چه دردی از مردم دوا می کند؟ و با بیان اینکه این گونه اقدامات که بالغ بر صدها میلیون تومان از بیت المال باید برای آن هزینه شود یک خیانت است تصریح کرد چرا به مردم دروغ میگویید؟ آشکارا بگویید این یک میتینگ انتخاباتی است و مسائل را برای مردم روشن کنید. انتقاد مکارم در حالی است که خبرهای درگوشی از مدتها قبل خبر از برگزاری جشنی در استادیوم آزادی یعنی استادیوم 100 هزار نفری داده بود. خبری که در همان دقیقه اول با واکنش های بسیاری مواجه شد. چندی بعد از انتشار این خبر محمد شریف ملکزاده رئیس سازمان میراث فرهنگی به سراحت از برگزاری جشن تقدیر از اعضای ستاد تسهیلات سفرهای کشور با حضور مقامهای عالی کشور در استادیوم 100 هزار نفری آزادی در 28 فروردین خبر داد. در همین حال محمد رضا محسنی ثانی رئیس کمی... کمیته امنیت ملی مجلس و در ادامه ابراهیم نکو عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس محمد حسن آسفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی هم شاعبه انتخاباتی بودن آن را مطرح کردند محسنی سانی در واکنش به برگزاری این همایش و با اشاره به شاعبه سوء استفاده از امکانات دولتی و عمومی و بیتولبال برای انتخابات و خلاف قانون بودن آن گفته بود که اگر این همایش برگزار شود مجلس هم از بود سیاسی هم از بود هزینه ای این اقدام را بررسی خواهد کرد. در صفحه سیاسی بهار هم خبری جلب نظر میکنه از قول جواد فاضل لنکرانی با این تیتر اگر شورای نگهبان درست عمل میکرد، وضع کشور این نبود. انتقادها عیانتر می شود. انتقاد جدی از دولت به قوم نیز رسیده است. آیت الله شیخ جواد فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قوم در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس درباره شرایط فعلی کشور گفت اگر شورای نگهبان دو دور قبل در انتخابات ریاست جمهوری به وظیفه خود درست عمل می کرد وضعیت کشور این گونه نبود در واقع این اظهارات انتقاد تلویحی این عضو جامعه مدرسین قوم به شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت احمدی نژاد در انتخابات گذشته است چالش با دولت آنقدر بالا گرفته که انتقادها نه فقط متوجه مدیریت اجرایی کشور که به سمت دیگر نهادها حتی نهادهای به قولی انقلابی و ارزشی رفته و شورای نگهبان به دلیل سهل هایش در قبال رئیس دولت نهم و دهم نکوهش می شود. جامعه مدرسین حوزه لیمه قوم در سال 84 از محمود احمدی نجات حمایت نکرد. در واقع این تشکل روحانی از هیچ نامزدی در انتخابات سال 84 حمایت نکرد اما پس از انتخابات 84 و خصوصا پس از حمایت های بیدریق یکی از برجسته ترین چهره های حوزه یعنی مصباح یزدی از احمدی نژاد روحانیون و عضو جامعه مدرسین نیز به صف حامیان رئیس دولت نهم پیوستند روحانیت سنتی ناراضی از دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی آرزوهای 26 ساله خود را در کلام احمدی نژاد یافت و مانند نیروهای راست سنتی دیگر تمام قد از او حمایت کرد. اما رویای روحانیون به سرعت به سراب تبدیل شد و احمدی نژاد کم کم از حوزه و قوم و حتی استاد مصباح فاصله گرفت اما باز هم ترس از بازگشت یک دولت اصلاح طلب یا حتی نزدیک به اصلاح طلبان سبب شد تا روحانیت محافظ کار در انتخابات دهمین ده دوره ریاست جمهوری به طور رسمی از محمود احمدی نژاد حمایت کند. البته حمایتی که با اما و اگرهای فراوان همراه شد. آیت الله یزدی در بیانیه یک خطی حمایت جامعه مدرسین حوزه علمی قوم از محمود احمدی نژاد را اعلام کرد. در این بیانیه یک خطی منصوب به جامعه مدرسین آمده بود که پس از بررسی های لازم اکثریت اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم حمایت خود را از نامزدی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد اعلام کردند. هرچند بیانیه یک خطی با اما اگرهای بسیاری مواجه شد و منابع آگاه گفتند که این بیانیه به معنای نظر تمامی اعضا نبوده اما به هر حال امضای شیخ محمد یزدی جبهه حامیان احمدی نژاد را قوی تر کرد اما پس از انتخابات خرداد 88 فاصله بین حامیان انتخاباتی احمدی نژاد و او روز به روز بیشتر شد و کم کم حمایت جای خود را به اختلاف و انتقاد داد و فاصله ها به یک شکاف تبدیل شد خبر دیگر صفحه سیاسی بهار این تیتر رو داره حداد حد عادل هاشمی بودم نامزد نمی شدم آمدن یا نیامدن دو رئیس جمهوری پیشین ایران به کارزار انتخابات ریاست جمهوری 11 هم به محل تردید اصولگرایان در تصمیم گیری هایشان تبدیل شده است در این میان گویا حضور آیت الله حاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در صورت تصمیم گیری خودش با کمتر اما و اگری از حیث تایید صلاحیت شورای نگهبان روبروست برای این جریان سیاسی و چه متفاوتی دارد چنین است که در هفته های اخیر همپای نامزدی چهره های مختلف اصولگرا درباره آمدن یا نیامدن هاشمی رفسنجانی اظهار نظر شده است اظهار نظرهایی که با این ترجیح بیان می شدند که هاشمی نیاید یکی از تازه ترین این اظهارات توصیه است که غلام علی حداد عادل عضو ائتلاف دو علاوه یک خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داده است حداد با به رخ کشیدن سن و سال هاشمی گفته اگر جای هاشمی بودم در این سن و سال نامزد انتخابات نمی شدن. او وقتی با این سوال مواجه شد که گفته شده آقای هاشمی در روزهای نزدیک به ثبت نام نامزدی خود را اعلام خواهد کرد توصیه شما به ایشان چیست گفت توصیه باید زمانی صورت گیرد که طرف مقابل حاضر به شنیدن آن باشد و به آن توجه کند اگر بنده در سن و سال آقای هاشمی بودم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نمی شدم. توصیه ای که همانطور که خود حداد هم گفته مشخص نیست گوشی برای شنیدن آن وجود داشته باشد یا نه اما فراتر از آن مسئله این است که مطابق قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچ شرط سنی برای نامزدهای ریاست جمهوری تعیین نشده است در صفحه اقتصادی هم گزارشی به چشم میخوره با این تیتر افزایش 53 درصدی قیمت مسکن در سال 91 رکود حاکم بر بازار مسکن به ویژه در کلان شهر تهران بیش از آنکه که ناشی از افت تقاضا در این بازار باشد ناشی از عواملی چون خروج نقدینگی از این بازار به سمت سفت بازی در بازار ارز بوده است گزارش اخیر مرکز آمار ایران به خوبی نشان می دهد که در پاییز سال 91 در مقایسه با سال 90 جهش های سعودی چشمگیری در بازار مسکن اتفاق افتاده است بر اساس این آمار متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در تهران در پاییز سال گذشته 39 میلیون و 434 هزار ریال بوده که نسبت به پاییز سال 90 حدود 81 9 درصد افزایش یافته است. همچنین میانگین قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه تهران در پاییز سال 91 32 میلیون و 820 هزار ریال بوده که نسبت به پاییز سال 90 حدود 52 ممیز 8 درصد رشد داشته. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد. میانگین مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در تهران در پاییز سال 91 حدود 158.960 ریال بوده که نسبت به پاییز سال 90 حدود 33.5 درصد افزایش یافته است. این آمار به خودی خود می تواند بخشی از تقاضا را از بازار خارج کند زیرا رشد قیمت بسیار فراتر از رشد توان خرید متقاضیان نهایی مسکن بوده است در این بخش از برنامه توجهتون رو جلب می کنم به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران بخش دوم برنامه را با سرمقاله روزنامه ابتکار شروع کنیم با این تیتر روزهای دشوار احمدی نژاد ابتکار در سرمقاله خودش نوشته محمود احمدی نژاد در طول نزدیک به 8 سال صدارتش روزهای تلخ و شیرین بسیاری را تجربه کرده است وی که یک دهه پیش در قیاب نور فلاش دوربین های رسانه ها و به صورت چرا خاموش پله های ترقی را به سرعت طی کرد و سکان هدایت کشور را از دست رقبای اصلاح طلب و اصولگرای خود رو بود تا به پدیده ای تبدیل شود. پدیده ای که به زودی و از فرط هیجان پیروزی بر اصلاح طلبان از سوی اصولگرایان معجزه هزاره سوم خوانده شد. به نظر نویسنده این مقاله حالا احمدی نژاد هدف شدید حملات سیاسی و رسانه این جناح قرار گرفته آیت الله مصباح یزدی که روزگاری او او مستحصر به پشتیبانی امام زمان میدانست این روزها وی را جادو شده کس دیگری میداند بقیه اصولگرایان نیز در دسته های چند نفری تشکیل شده و هر کدام یک نفر را به مساف وی در انتخابات پیشرو فرستادند راز حضور همزمان ولایتی حداد عادل قالیباف پور محمدی فلاحیان آل اسحاق سعیدی کیا رضایی باهنر متکی زاکانی و بسیاری از این افراد با سخنان و وعده های انتخاباتی مشابه نیز در همین است این روزها هر کاندیدای اصولگرا میخوام هر کاندیدای اصولگرا یک ظرفیت ویژه برای حمله به احمدی نژاد است ابتکار در نهایت نوشته محمود احمدی نژاد روزهای دشواری را میگذراند روزهایی که هیچ تحلیلگر تیزبینی تا همین چهار سال پیش قادر به پیش بینی آن نبود گزارش <primero önem> <Man> اصلی صفحه اقتصادی آرمان هم این تیتر رو داره افزایش 7 درصدی نرخ بیکاری طی 7 سال با وجود واگذاری بیش از 27 هزار میلیارد تومان تسهیلات بنگاه های زود بازده از سال 84 نرخ بیکاری سال 91 نسبت به سال 84 معادل 7 دهم ده درصد افزایش یافته است. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود نرخ بیکاری سال 91 را در حالی 12 ممیز 2 درصد اعلام کرده که این نرخ در سال 84 یعنی سال شروع طرح بنگاه های زود بازده یازدهانیم درصد بود و به میزان هفت همه درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بانک مرکزی نیز گزارش داده که سالانه بیش از 3000 میلیارد تومان صرف طرح اشتغالزایی بنگاه های زود بازده شده و در مجموع از سال 84 تا 90 بیش از 27000 میلیارد تومان این برای این طرح وام پرداخت شده است. در ادامه این گزارش آمده نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال هم نشان می دهد 26 ممیز 9 درصد از جمعیت فعال 15 تا 24 ساله بیکار هستند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شخ... شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال نیز حاکی از آن است که 24.5 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده. همچنین بر اساس این آمار نرخ بیکاری زمستان با افزایش دو ممیز یک درصدی نسبت به پاییز سال گذشته به دوازده ممیز چهار در دهم ده درصد افزایش یافت و این نرخ بار دیگر به نرخ تابستان بازگشت. روزنامه شرق هم در صفحه اقتصادی یادداشتی داره به قلم هادی حقشناس با این تیتر عدم تحقق درآمدهای مالیاتی نویسنده در این یادداشت نوشته کسری بودجه به مفهوم عدم توازن میان هزینه ها و درآمدهای عمومی دولت است به این مفهوم که هزینه ها در بودجه بیش از درآمدها پیش بینی شده باشد در بودجه 92 مهمترین اقلام درآمدی دولت در چند بخش آورده شده نفت و درآمدهای مربوط به آن سالهای سال است که جزو اصلی ترین درآمدهای دولت ها محسوب می شوند. دولت دهم ده در بودجه سال جاری میزان درآمد حاصل از فروش نفت را 66 هزار میلیارد تومان پیش کرده است. پس از نفت بیشترین درآمد دولت از بخش مالیات تعمین می شود. دولت پیش کرده از محل دریافت مالیات 53 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و مابقی بقیه های خود را از طریق انتشار اوراق مشارکت به دست آورد. در, ادامه, ادامه یادداشت آمده حالا این بودجه باید در شرایطی محقق شود که ایران در عرصه بین‌المللی با تحریم مواجه است. این تحریم ها ادامه تحریم است که در نیمه دوم سال 91 علیه ایران تصویب شد. دولت در بودجه سال جاری پیش بینی کرده که روزانه یک مومه سه میلیون بشکه نفت به فروش برساند. به نظر میرسد دولت در فروش نفت مشکلی نداشته باشد و تنها نگرانی در این زمینه مربوط به انتقال وجوه حاصل از فروش نفت به کشور باشد. البته دولت می تواند این وجوه را در خارج از کشور نگه دارد و برای تأمین منابع هزینه های خود ریال چاپ کند. بنابراین در سال جاری فروش نفت موزر نیست بلکه مشکل اصلی در این زمینه انتقال آن به کشور است. نکته دوم مالیات است که با توجه به شرایط فعلی احتمال تحقق آن اندک است. در سال 91 رشد اقتصادی کشور منفی اعلام شد. مفهوم این اتفاق این است که کسب و کار مردم فاقد رونق لازم بود و فضای حاکم بر اقتصاد مطلوب نبود. نرخ بیکاری بیش از 12 درصد، تورم 31.5 درصد، رشد نقدینگی بالای 32 درصد و مواردی از این دست همگی بر وضعیت نابسامان اقتصادی دلالت دارند. در چنین اوضاع و احوالی نباید انتظار داشت که مالیاتی که دولت در بودجه پیش بینی کرده محقق شود. به سراغ روزنامه قانون میریم که در صفحه سیاسی گزارشی داره در مورد انتخابات با این تیتر مشکلات معیشتی مردم دستمایه شعارهای انتخاباتی در این گزارش آمده همانطور که پیش بینی میشد دولت در حال برنامه ریزی برای بازیهای انتخاباتی است که فصل مشترک همه آنها اقتصاد است شعارهایی که در پی القای این است که دولت قرار است مبالغی به یارانه ها اضافه کند حقوقها را افزایش دهد معوقه ها را پرداخت کند مسکن مهر را واگذار کند و مواردی از این دست این شعارها و خبرها در حالی مطرح می شود که به عقیده کارشناسان هرچند تحریم ها شرایط خاصی را بر کشور حاکم کرده ولی مقصر اصلی شرایط اقتصادی امروز سوء مدیریت دولت است. این, ا... این, نوع اقدامات تیم محمود احمدی نژاد در سال 88 نیز رخ داد و مورد اعتراض قرار گرفت و حتی توزیع سیب زمینی رایگان در آن مقطع سوژه تنز رسانه ها و کاندیداهای رقیب محمود احمدی نژاد نیز شد. ولی گویا دولت این بار هم قصد دارد از امکانات خود برای تاثیرگذاری بر رای مردم استفاده کند و تنها این بار دنبال جایگزینی موارد جدیدی به جای سیب زمینی است. با وجود اینکه هنوز حرف و حدیث ها بر سر مبلغ یارانه نقدی و توانایی دولت برای پرداخت مبلغ فعلی یارانه به خانوارها ادامه دارد. و حتی شایعه هایی مبنی بر قطع پرداخت یارانه نقدی نیز در سال گذشته در رسانه ها منتشر شد با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری 11 هم زمزمه های از سوی مسئولان دولتی مبنی بر افزایش مبلغ پرداختی یارانه ها به گوش میرسد زمزمه هایی که از سوی رئیس دولت دهم ده مدام تکرار می شود و هر بار نیز مبلغ یارانه نقدی افزایش می یابد محمود احمدی نژاد که حالا بعد از وقفه بسیار و در آستانه انتخابات دوباره سفرهای استانی خود را آغاز کرده در جمع مردم شاهرود گفته هنوز اطمینان دارم که با یک حرکت آرام و آسان می شود ماهی دویست و هزار تومان به مردم داد و این حق مردم است. اما متاسفانه ادهی در مسیر اجرای کامل این طرح بهانه و مانه تراشی ایجاد می کند. در حالی که هدفمند کردن یارانه ها مهمترین طرح اقتصادی کشور است. تا بار دیگر وعده افزایش نقد... یارانه نقدی و بیان اینکه دولت می تواند این مهم را انجام دهد اما اده ایمانه هستند که اشاره آن به مجلس و منتقدان اقتصادی است از زبان محمود احمدی نژاد شنیده شود. اما تنز امروز روزنامه قانون هم به قلم محمد رضا نصیری است با این تیت یاهو یوهو با وجود اینکه نام این سایت کاملا ایرانی است برخی دشمنان و حسودان آن را در رسانه ها انکار می کنند اما آنها همچون, هم به خلوت می روند در حالی که دارند آن کار دیگر می کنند به عظمت ایران و ایرانی اعتراف می کنند در سال 1994 دو درویش ایرانی با نام های مستعار جری یانگ و دیوید فلو سایتی را طراحی کردند که بعدها به یاهو تغییر نام داد. این دو ایرانی بعدا در حالی که داشتن از شهر قزوین دیدن میکردن تصمیم گرفتن اسم سایت را بگذارند یوهو که منصرف شدن گوگل بزرگترین رقیب این سایت هم ریشه ایرانی دارد چون یکی از مدیرانش یک ایرانی است به نام امید کردستانی هر دو سایت از سایت های خوب کشورمان هستند و فرقی نمی کند که کدام یک پیروز بشوند مهم این است که در بیرون از زمین با هم رفاقت دارند شما هم فقط تیم خودتان را تشویق کنید. یک بار مایکروسافت پیشنهاد داد که میخواهد یاهو را با قیمت حدود 44.5 میلیارد دلار بخرد. اما یاهو پیشنهاد این شرکت ایرانی یعنی مایکروسافت را رد کرد. کلا همه سایت های بزرگ دنیا ریشه ای ایرانی دارند. مثل سایت فارس و نیوز و مایکروسافت و حتی سایت موشکی. یک بار یکی از کاربران ایرانی در بخش تصویری جستجوی یاهو کلمه عکس را جستجو کرد که یاهو به مدت 72 ساعت از دسترس خارج شد و به کهکشانها پیوست. در اوایل شروع به فعالیت دورت نهم، یک دختر نوجوان ایرانی در زیرزمین خانهش یک سایت مشابه سایت یاهو اختراع کرد اما چون زیرزمین آنتن نمیداد و خارج از پوشش شبکه اینترنت بود این اختراع به چشم نیامد. یاهو به خاطر فرهنگ ایرانی که از آن برخوردار است تنها موتور جستجوی اینترنتی است که بخش بنگاهی یا معاملات املاک هم دارد یعنی شما در یاهو تایپ می کنید آپارتمان یک خوابه با آیفون تصویری و یاهو شما را میبرد دم این آپارتمان و پورسانتش را می گیرد. شرکت یاهو مدتی است گیر داده که سیستم ایمیل سبامیل را خریداری کند اما سبا میل زیر بار نمی رود و می گوید این خلوتی و تنهایی را به بودن در جمع و حیاهو ترجیح می دهد. یک شعار معروف می گوید هیچ کس تنها نیست غیر از سبا میل. منتظر سایت موازی این شرکت به نام یا شانس و یا اقبال باشید. یاهو نزد ایرانیان است و بس. و در پایان کارتون های انتخابی امروز. کارتون نازنین جمشیدی در روزنامه شرق کارتون علی کاشی در روزنامه مردم سالاری کارتون بزرگ مهر حسین پور در روزنامه قانون کارتون علی رضا در خبرگزاری ایسنا کارتون رضا جنگی در روزنامه جام جم کارتون نادر رحمانی در روزنامه اعتماد کارتونی از توکان استانی و در پایان کارتونی از مانا نیستانی این بود بررسی روزنامه های امروز امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا فردا ایام بکام شب و روزتان خوش